جلادان جهان کار را از سر گرفتند. این عبارتی است که عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود آورده و آن را در ارتباط با رفع محدودیت های کرونا می داند. بر اساس گزارش این ناظر حقوق بشر، اعدام ها در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبلش افزایش نگران کننده ای داشته. اما در میان کشورهای جهان، آمار اعدام در ایران بیشترین افزایش را در 4 سال گذشته به خود اختصاص داده. بنابراین گزارش در ایران دست کم 314 مورد اعدام در سال 2021 ثبت شده. حکم شرعی و قانونی از دادگاه ساله. یک روز پس از انتشار گزارش عفو بین الملل، سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت حکم احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی محکوم به اعدام در ایران، در مرحله اجرای رأی است و تغییر و مبادله‌ای در کار نیست. بنده به صراحه عرض میکنم با کسب اجازه از بالاخره مسئولیتی که به حقی محول کردن عرض میکنم مسئله مبادله منصرف از آقای جلالی است. یه بحث مبادله بود با مثلا حالا آقای حمید نوری. شما از وضعیت آقای جلالی اطلاع دارید در محاکم منتظ نگه دارید، شرایطش، وضعیتش، رعایت حقوق بشر، اقداماتی که صورت گرفته مطلع هستید، چون که چیزی از شما پوشیده نیست. خیلی رو همه چیز مدستگاه قضایی روشن شفاف مبرهنه. اما بیایم بپردازیم ببینیم حمید نوری کجاست. حمید نوری ما چه سرنوشتی پیدا کرده؟ مسعود ستایشی در نخستین نشست خبری خود به عنوان سخنگو روند دادرسی پرونده حمید نوری را در سوئد سیاسی خواند و اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی را که در بلژیک به اتهام تلاشای تروریستی محکوم به زندان شده مظلوم خواند. در حالی که درست در آخرین روز دادگاه حمید نوری در سوئد، خبرگزاری ایسنا از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام احمدرضا جلالی خبر داد، مسئولان ایرانی همچنان میگویند که ارتباطی بین این دو موضوع وجود ندارد. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در سال 1367 دست داشته. احمدرضا جلالی پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد است که در سال 1395 در حالی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. سه‌شنبه هفته گذشته، صدها معترض به این حکم علیه احمدرضا جلالی با هماهنگی سازمان عفو بین‌الملل در بروکسل تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. در سالهای گذشته، معترضان به سیاست‌های نظام یا حتی مردمی که در اعتراض به گرانی و شرایط وخیم اقتصادی به خیابان‌ها آمدند، بازداشت و شماری از آنها به اتهام‌های گوناگون اعدام شدند. در گزارش روز دوشنبه عفو بین الملل، بیشتر اعدام‌های 2021 مرتبط با مواد مخدر است. آنچه که به گفته این نهاد نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار می رود. حدود 3 ماه پیش سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده بود که دست کم 46 تن تنها در 1 ماه در ایران اعدام شدند که تقریبا 1/3 از آنها شهروندان بلوچ بودند. بر اساس آمارهای این سازمان، در میان 46 زندانی اعدام شده 17 تن با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر و 21 تن با اتهام قتل عمد دیده می شوند. سازمان عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی به عنوان تنها کشوری نام می‌برد که اعدام کودک مجرمان در آن همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده، کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کردند، می‌دانند که جهانی بدون قتل توسط دولت‌ها نه تنها قابل تصور، بلکه در دسترس است و مبارزه برای دستیابی به آن ادامه خواهد یافت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.